با سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، در شهر لندن تحسنی دو هفته ای در دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام توسط فعالین چپ و سوسیالیست در حال برگزاری است. از روز سه‌شنبه تحسن 24 ساعته فعالان چپ مورد توجه بسیاری از مردم لندن، توریست ها و بسیاری از ایرانیان و هواخواهان دفاع از آزادی و طرفداران زندگی قرار گرفته، کسانی که اعدام به عنوان یک جنایت سازمانیافته حکومتی رو بر نمیتابند. اینک با رفقای شرکت کننده در این حرکت، رفقا فریبرز پویا و حسن، گفتگویی رو داریم. از رفیقمون حسن که الان در خود مرکز تحسن هست سوال میکنیم. حسن جان، این تحسن چگونه است در این 4 روزه ای که از این حرکت گذشته؟ فقط میخواستم شروع بکنم با اینکه فقط بچه های چپ نیستن، البته یه جای بسیار بسیار برجسته و خیلی مناسبیه که ما از کشورهای مختلف، یعنی از قطر میبینه، از آسیا، از آفریقا، از آمریکای جنوبی، از اروپا، کشورهای مختلفش، از همه جای جهان میان اینجا و ما اینجا به قول معروف کسایی داشتیم که اومدن و خیره شدن تو کار ما این تحسن و با ما صحبت کردن و اظهار همدردی کردن، همبستگی کردن با مردم ایران و آرزو کردن که هر چه زودتر مردم رها بشن از این حکومتی که سرابا به قول معروف ضد بشره و جایش در واقع، و همیشه بعد از اون هم حتی آرزو کردن که امیدوارن که توی دنیا، توی ایران هیچ موقع دیگه هیچ دیکتاتوری حداقل دیگه اونجا پاشو نذاره. ممنونم حسن. خواهش. فایبر جان، شما چگونه دیدید هدفهای این در واقع این تحسن چگونه آغاز شد، با چه هدفهای روشنی، بیانیه‌های مختلفی صادر شد و اینها، و ما شاهد حمایت‌های گسترده‌ای هستیم. شما چه ارزیابی از این حرکت دارید و خود اهداف این حرکت رو چگونه می‌بینید؟ در واقع قبل از این 5-6 تا از رفقای لندن بودن، از جمله سهرا بهار، حسن سندیکا، رفقای دیگه جهانگیر و رفقای چند رفقه 5-6 تا رفیق بودن، آستشون رو بالا زدن، گفتن که با این وضعیتی که تو ایران داره اتفاق میفته، با شروع دستگیری های وسیع، اعدام هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه، و لازمه که یک اصل عمل به نشون داده بشه در خارج کشور، و آستینشون رو بالا زدن و گفتن یکی از کارهایی رو که میکنن در کنار کارهای دیگه تحسنه که صدای زندانیان سیاسی در ایران، خانواده هاشون رو به گوش جهان برسونن و فرصتی رو به وجود بیارن که همه بتونن ابراز همدردی بکنن. و واقعا باید ازشون تشکر کرد که این کار شروع کردن. و من فکر کنم این قضیه تحسن یکی از خصوصیاتی که داره اینه که فرصت میده به همه که بتونن شرکت کنن، یعنی این رفقای فضایی رو به وجود آوردن که بسیار و همه ایرانی ها در خارج کشور میتونن بیان ابراز همبستگی بکنن. هیچ پیشرتی نداره، پیشرتش اینه که بیان اونجا صحبت بکنن در تو زندانیان سیاسی، اطلاع رسانی بکنن، متوجه بشن چه وضعی بلای سر زندانیان سیاسی در ایران داره میفته، و یه صدی رو به وجود بیارن که جمهوری اسلامی به همین راحتی نتونه آدم ها رو بگیره، خانواده هاشون رو تحت فشار قرار بده، شکنجه بکنه، بدون هیچ سیستمی بتونه مردم رو اعدام بکنه و به زندانهای طولانی مدت محکوم بکنه و تلاش بکنه که جنبش مردم رو ایران رو در واقع خفه بکنه. و این به نظر من اهمیت شایانی داره، کاری که این رفقا شروع کردن. من هر شک ندارم که، و واقعا مطمئن هستم که این در کشورهای دیگه هم ادامه پیدا میکنه و فرصتی رو رفقا به وجود آوردن که همه بتونن به این تحسن بپیوندن و کمک بکنن. جنبه های خیلی زیبا و باشکوهی رو در واقع خلق کردن که میشه در موردش بیشتر صحبت کرد.
بله این حرکت در واقع چه فرقی میکنه با حرکت های دیگه شده؟ ما شاهد سالهاست شاهد دفاع از مبارزه زندانیان سیاسی، مبارزه در دفاع از مبارزات مردم ایران، دفاع از کارگران، خصوصا دفاع از در واقع همه زندانیان سیاسی و علیه اعدام بودیم در شهر لندن و بسیاری از شهرها. شما گفتید یه ویژگی دیگری داره این حرکت، ما مثلا خودم این ویژگی چه هست؟ چه چیزی متمایز میکنه این حرکت که ما شاهد یک گسترده بیشتری از در واقع مسئله دفاع از این حرکت هستیم و تا حد زیادی به قول شما بسیارانی جلب شدن به خود این حرکت که ببینن موضوع چیه و شاید بازتاب دیگری میخواد ارائه کنه، چه هست؟ من فکر کنم که با در نظر گرفتن که یکی از اهداف جمهوری اسلامی در ایران ممانعت از رساندن صدای زندانیا، خانواده ها و وضعیتی رو که در واقع اعمال میکنه که دنیا بفهمه، یکی از کارهایی رو که جمهوری اسلامی میکنه اینه. تو این دور اخیر ما شاهد این بودیم که در فضای عمومی به خصوص در توییتر و اسپیس فعالین این عرصه تلاش کردن به طور شبانه روز اطلاع رسانی بکنن، پرونده های مختلف رو بررسی بکنن و از این طریق تلاش بکنن که جلب همبستگی به وجود بیارن و در واقع مردم رو سازمان بدن. این ما در لندن شاهد تظاهرات ها، پیکت های مختلف بودیم یا حتی شاهد این بودیم که اینا همشون ارزشمندن، ولی کاری رو که این تحسن لندن شروع کرده یه سنت جدید رو داره میذاره، به طور فشرده یکی دو هفته فضایی رو به وجود آورده که همه بتونن بدون هیچ پیش شرطی همه بتونن بیان اطلاع رسانی بکنن، همبستگی بکنن، وست کنه فعالین رو به مردم تو لندن، سوشال میدیا، مطبوعات و یه جو همبستگی و تمرکزی رو به وجود برده. به نظر من این خیلی اهمیت داره. شما یه تظاهرات میذاری، امروز میای فردا میری، مثلا تظاهرات های کلاسیک توی خارج کشور یه تظاهرات میذاری 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت مسئله رو مطرح کنی، یه پیکتی رو انجام میدی و این اهمیت داره، اینا همشون ارزشمنده، ولی این تحسن شرایطی به وجود برده که به طور دائم به مدت خیلی زیادی روی تمرکز روی یک مسئله که اون زندانیان سیاسی و وضعیتشون، خانواده هاشون، کیساشون، به طور متمرکز همه بیان کار بکنن و در واقع یک مثل مرکز فکری رو به وجود آورده که در این مورد کار بکنن. و خیلی جالبه به سرعت تا این رفقا دستشون رو اعلام تحسن کردن، یک عالمه از فعالین این عرصه، فعالین سیاسی، کسایی که خانه آزادی هستن و قشر وسیع اومدن اعلام پشتیبانی کردن و شما میتونید مثلا گروه های واتساپی درست شده که 70 80 90 نفر جمع شدن به خصوص در اینکه در رابطه پشتیبانی از این تحسن بهشون غذا میرسونن، بهشون امکانات میدن، متریال براشون چاپ میکنن، تبلیغ میکنن براشون و این خیلی اهمیت داره. رفقا دیگه کشورهای دیگه هم اومدن تحسن کردن، میخوان دارن فکر میکنن چطوری اینو میتونن تکرار بکنن توی کشورهای خودشون. از این جنبه مهمه. شما در این حال در نظر بگیرین که در کشورهای دیگه، در گروه های جریان سیاسی دیگه هم تلاش کردن مثلا تحسن بکنن و در واقع تحسن های اونا در خدمت به قدرت رسیدن خودشون، در خدمت این بوده که مثلا تلاش بکنن که گروه های خودشون و سیاست های خودشون پیش برن، در حالی که این تحسن تمرکزش روی زندانیان سیاسی، تمرکزش روی اینه که نورافکن رو بنازه تو وضعیت زندان های جمهوری اسلامی. شما برین تو این تحسن بشینین اونجا صحبت بکنین در رابطه با تمام کیسایی رو که الان تو زندان هستن، میتونیم بفهمین جرمشون چی، جمهوری اسلامی بهشون بسته، چجوری ناعادلانه اینا در دادگاه ها بردن، اینکه چطوری مثلا وکیل نداشتن، وضعیت خانواده هاشون چطوره، با دقت و میتونیم در رابطه با اینا اونجا صحبت کنیم و این رفقا دارن این رو به گوش دنیا میرسونن و این اهمیت داره. یکی از نکات مهمی رو که به نظر من تو این دور جدید میشه توجه کرد اینه که دقت سراسری و ما باید بیشتر رو این کار کنیم روی پروسه های محکوم کردن آدم های بیگناه تو جمهوری اسلامیه به عنوان یک وسیله سرکوب.
که چه مثلا چطوری به تو به سیست به شکل سیستماتیک چطوری خانواده ها رو سعی میکنن به سکوت وادارن، حتی شکنجه میکنن. مثلا من دیشب با همین رفقا صحبت میکردم توی گروه اسپیس توییتر هم بودن، صحبت میکردن چطوری مثلا در زاهدان یکی علتی که جمهوری اسلامی تونسته یک مقدار خیلی زیادی بیشتر از جاهای دیگه سرکوب بکنه این که خانواده ها رو گرفته شکنجه کرده، خانواده ها رو مجبور کردن که سکوت بکنن. خبررسانی یکی از مشکلات این قضیه است در ارتباط با بلوچستان به این خاطر، و این تحسن اجازه میده که فعالین عرصه تمرکز بکنن رو این قضیه، لایه های مختلف سرکوب جمهوری اسلامی رو اطلاع رسونی بکنن و در واقع سدی رو به وجود بیارن که جمهوری اسلامی به این راحتی نتونه مردم رو سرکوب بکنه، و در این حال فضایی رو بیارن که تمام ایرانی ها بتونن بیان تو شرکت کنن. کسی لازم نیست بره اعتصاب قضا بکنه اینجا، کسی لازم نیست بره خودکشی بکنه اینجا که بخواد از زندان سیاسی در ایران دفاع کنه، فقط لازمه بیاد اونجا اطلاع رسانی بکنه، وایس اعلام همبستگی بکنه. و همون کسایی هم که میان رد میشن اونجا، رفیق اون حسن مطرح میکرد با ما هم صحبت کرده، مثلا کسی اومده از فیلیپین اونجا داره رد میشه، میگه من چه میدونم چند ماه تو زندان اوین بودم، و توضیح میده شرایط زندان اوین رو. نگاه کنید چطوری واس این تحسن این فرصت رو به وجود آورده که آدمایی که تجربه مشترک دارن، یا کسایی که از ترکیه اومدن، کسایی آمریکای لاتین اومدن که تجربیات مشترک دارن، اومدن اونجا صحبت کردن و این همبستگی رو به وجود میاره. خب به وجود آوردن همبستگی نه تنها بین مردم و مردم ایران و مردم دنیاست، بلکه همبستگی بین فعالین عرصه ها رو به وجود برده. اعتماد به وجود میاره، همبستگی به وجود میاره، تمرکز به وجود میاره. به نظر من کار شایانی کرده این رفقا. ببخشید من زیاد صحبت کردم. میکی شما بسته است، ببخشید. حقیقت شما بسیار بسیار عالی بود. یعنی این شایی توضیح شما به نظرم بسیار مهم بود، خصوصا ما وقتی دیدیم که سرنوشت اون توریست فیلیپینی رو ما دیدیم که این چطور حتی خودکشی یک زندانی رو میبینه، وضعیت در واقع فعالین زندانی محیط زیستی رو میاد اونجا مطرح میکنه، چقدر میتونه سرنوشت های تازه‌ای رو برای ما در واقع برای روشن شدن از اذهان مردم روشن کنه. مثلا همین که فعالان جنبش عرب اومدن توی منطقه توی همین تحصن، از موقعیت فعالان جنبش عرب توی اونجا صحبت کردن، رفقای بلوچ اومدن صحبت کردن، نشون میده که چه موقعیتی است. و به قول شما این مسئله خبررسانی بسیار بسیار مهمه، چون بسیاری از خانواده هستن از ترس اینکه موقعیت فرزندانشون بدتر نشه احتمال این خبررسانی رو، اهمیت این خبررسانی رو در نمیابن. و ما میبینیم که این خبررسانی هاست که میتونه آکسیون های بزرگی رو سامان بده، که میتونه جان حداقل گردن بسیاری از زندانیان سیاسی رو نجات بده از این تناب های داری که آماده است برای گردن های سرفرازی که توی این زندان ها هستن، توی خیابان ها هستن، و در واقع یک آینه ای رو این میتونه در واقع به وجود بیاره. در مجموع این حرکت چقدر میتونه ادامه پیدا کنه؟ تا آیا برنامه دیگری در ادامه این تحسن هست یا نه؟ من فکر کنم که خب رفقا برای 2 هفته اعلام کردن این تحسن رو. خب این تجربه های قبلی این شکلی هم بوده، ولی خب اینو باید در متن و فضای امروز و در آستانه سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی رو و بررسی بکنیم، ببینیم که چطوری میشه چیز کرد. ولی واقعا یکی از نکات خیلی مهمی رو که به نظر من باید بهش توجه کرد، همبستگی و به وجود آوردن همبستگی و به وجود آوردن همیاری نیروهای این عرصه است. هنوز که هنوزه نمیشه گفت که تمام فعالین این عرصه تمرکز دارن، همبسته هستن. این یک واقعیت، هنوز یه درجه از پراکندگی هست. با اینکه خیلی این تحسن و کارهای این شکلی و فعالینی که هستن تو کشورهای مختلف دارن واقعا تلاش میکنن. ما و با آغاز زن زندگی آزادی وحدت عمومی به وجود اومد، بعدش یه دوران پراکندگی به وجود اومد، و من فکر کنم جنبش خارج کشور به خصوص داره از این فاز میگذره، داره اعتماد به نفس شده به وجود میاره، داره سازمانهای همبستش به وجود میاره، و اهمیت داره که تمام فعالین این عرصه
دستشون رو تو دست هم بذارن با یه برنامه متمرکز و فکر شده، نه تنها به استقبال سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی برن، بلکه بتونن که سازمان‌های پایداری به وجود بیارن. جنبش دانشجوی وسیع در خارج کشور وجود داره، اینا رو باید سازمان داد، باید آوردشون دنباله و تجربیات قدیمی رو و تجربیات جدید رو باید با هم ادغام کرد. یعنی فرصت هم کمه، همین که فرصت‌های زیادی وجود داره. به نظر من این تحسن شیپور آغاز این کار رو نواخته و ما باید بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم تا دیر نشده و همبستگی بیشتری رو به وجود بیاریم. ایده های جدید رو که به خصوص نسل جوان دارن اونا رو ازشون استفاده بکنیم و تلاش بکنیم که جمهوری اسلامی متوجه بشه، که میدونه این حرفا، که خارج از کشور ساکت نخواهد بود. ما اجازه نمیدیم که زندانی ها در ایران رو در سکوت مطلق بگیرن، بکشن، خانواده هاشون رو اذیت بکنن بدون هیچ پروسه قانونی، اینا رو در واقع محکوم بکنن و سعی کنن که به اسارت درارن و جنبش زن زندگی آزادی بتونن خاموش کنن. این جنبش خاموش شدنی نیست و ما اجازه نمیدیم در خارج کشور این اتفاق بیفته و در واقع این قدمی رو که رفقا برداشتن آغازی که شروع شده به نظر من این دور جدید و باید این رو گرامی داشت. حسن جان شما متاسفانه تصویرتون رو نداریم، شما چه میتونید اضافه کنید به این قضیه؟ الان در اون فضایی که الان یواش یواش هوا که یکم هم خنکه داره بارانی هم میشه، چگونه از تحسن و ادامه تحسن رو چگونه میبینید؟ آره من یک گذران سوالی که کردین در واقع میخوام بگم که طبیعتا ما همیشه دنبال این بودیم که یک حرکت های مؤثر در واقع داشته باشیم که این ویژگی های مختلف با کیفیت بالا و کمیت بالا و همبستگی بالا، ما فکر میکنیم که این نوع کارا همینطور که فریبرز هم به خوبی اشاره کرد، یعنی به این شکل داره از هر جهت پیشرفت خودش رو نشون میده، یعنی داخل این حرکت های ادامه دار، یعنی حرکت های دو ساعته هفتگی، یعنی ما باید یه مقدار بیشتر بریم جلو و هر جا توی سراسر بقول معروف هر جا که زندگی میکنیم حرکت های دائم، این در توانایی ما هست. آره یعنی خیلی ها میپرسن میان اینجا میگن خب 40 سال این کار کردید چقدر تاثیر داره تو خارج کشور توی ایران؟ ما باید عملا جواب داشته باشه بره این امکانات وجود داره که حرکت های مؤثری انجام داد، حرکت های به قول من متداوم پشت سر هم، آره، و با گرایشات مختلف. خب الان گفتم گرایش اصلی خب گرایش چپه که برای این مسئله رو شروع کرده اینا، ولی خب خوشبختانه با گرایشات دیگه و اپوزیسیون های دیگه مخالف جمهوری اسلامی این کار داره پیش میگیره، پشتیبانی خودشون نشون میدن. آره و ما تا 2 هفته حداقل ما کارمون رو پیش میبریم، تا حالا خیلی خوب پیش رفته، هیچ مشکل جدی به وجود نیومده، به شکل‌های مختلف از ما حمایت شده. آره و ما اصلا به یک چیزهایی برخوردیم که یه مقدار انتظارش هم زیاد نداشتیم، همینطور که برادر فریبرز مطرح کرد ما گزارشاتشون رو داریم جمع میکنیم، مردم میپرسیم که خب راه حل شما چیه؟ حتی خب بره سرنگونی، یک سرنگونی این رژیم فاشیستی حاکم بر ایران، راه حل شما چیه؟ از همه میپرسیم، هر کدوم یه شکلهای راه حل میگن، یعنی ما باید به این گفتمان پاسخ بدیم. میگن چرا؟ به خاطر اینکه یه 57 داشتیم اومدن ما چه بشه خیزش های بهار عربی رو داشتیم، یک نفر اومد از پاکستان، اومد با آغوش باز،
برای گرایش چپ داشت اینا، اومد گفت که واقعا برای یعنی بعد از چقدر فرق داره، چقدر فرق داره بین ملاها و بین سلطنت و بین لیبرال ها. همه رو زیر سوال برد، لیبرال های و به درستی کلیت سیستم حاکم سرمایه‌داری رو در واقع زیر سوال برد. و خودش مال پاکستان بود و چقدر به خوبی مطرح میکرد اونایی که مرز جدایی میندازن، میگفت که کارگران و زحمتکشان ایران و پاکستان باید به قول معروف متحد بشن. پیام های مشترک در واقع بله. شما میگیرین دیگه پیام های مشترک که همبستگی از ملیت های مختلفی که خصوصا توی لندن هستن، خودش این جالب میکنه یه همبستگی های بین المللی رو و اینکه یک صدای واحدی در دفاع از آزادی و برابری و حرمت انسانی شکل بگیره و ایران هم بتونه واقعا جایی باشه برای این حرمت نگه داشتن و این ندای انسانی. بسیار زیباست. ممنونم تو از تو حسن جان از در واقع تظاهرات و از این تحصیل. متاسفانه ارتباط ما اونجا خیلی خیلی ضعیفه، ارتباط تلفنیمون. ما میتونیم امیدوارم بتونیم باز با شما تماس داشته باشیم و پشتیبانی و حمایت تلویزیون برابری رو هم حتما به رفقای عزیز من در اونجا ابلاغ. فریبرز جان بله، باز میخوام باز میخواستم بگم که آزادی بدون برابری معنی نمیده. خیلی مهمه و اینو تو زندگی روزمره باید دید. دقیقاً دست ممنونت فریبرز جان. پیام چیز شما چیه؟ صداتون مرسی. آره حسن به دقت به نظر من مطرح کرد اینکه چقدر همبستگی زیاده، چطوری میشه اینا رو سازمان داد. من بیشتر فکر کنم که این تجربه خیلی خوبیه که رفقا شروع کردن، باید کمک کنیم وسیع تر بشه و این دست به دست هم دادن تمام مردم ایران تو خارج کشور اهمیت داره. کل این وضعیت زندانیان سیاسی و در دفاع از انقلاب زن زندگی آزادی، اینا باید ما باید بسیار امکانات رو به وجود بیاریم که اینا این همبستگی رو یه خورده دائمی‌تر بکنیم، شکل بدیم و کاری بکنیم که جمهوری اسلامی و تمام نیروهای استبدادی حق نداشته باشن جلوشون رو بتونیم بگیریم، که اجازه بدیم جنبش زن زندگی آزادی تبلور داشته باشه، شکوفایی خودش انجام بده و ما بتونیم به شکل واقعی هم کمک بکنیم لحاظ عملی به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، خانواده هاشون و به طور عمومی جنبش زن زندگی آزادی و در خارج کشور ما کانتریبیوشن ها و کانتریبیوشن های فراوانی هست، تجربیات زیادی هست، ایرانیان خیلی زیادی در خارج کشور هستن. ما باید بتونیم ارتباط بگیریم، سازمان بدیم، کمک بکنیم، تجربیات هم رو استفاده بکنیم و به شکل متحدانه تری بتونیم این وضعیت رو عوض بکنیم. خوشبختانه الان روزهای خوبی هست، روزهای پیش از در واقع سالگرد هست. این تجربه خوبیه بعد از تجربه تلخی که حملات در واقع جریانات راست افراطی سلطنت شاه اللهی ها در واقع به وجود آوردن. خود این میتونه یک نگاه تازه و تصویر تازه ای از جنبش زن زندگی آزادی توی خارج ارائه کنه و امیدوارم مبنایی باشه که ما سالگرد رو به گونه قدرتمندتری بتونیم برگزار کنیم. از شرکت هر دوی شما سپاسگزارم، امیدوارم باز هم شما رو داشته باشیم. مرسی از شما. روز خوبی داشته باشید. مرسی عزیز. با درود به عزیزانی که این کلیپ رو میبینن، امروز سومین روز تحصن ما در ترافالگار لندن هست که این تحصن برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام هست. من صحرا بهار قبلا یک کلیپی تهیه کرده بودم در مورد قلیان صحبت کرده بودم، سپیده قلیان، و امروز میخوام در مورد زینب جلالیان با شما صحبت بکنم. من خیلی عذر میخوام چون یه مقدار دیدم مشکل داره،
نمیتونم یک متنی رو بارها بخونم و حفظ کنم، گاهی از نوشتن میخونم. زینب جلالیان یک فعال زنان کرد هست که در دادگاهی در ایران در سال 1386 ناعادلانه که فقط چند دقیقه به طول انجامید به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در سال 1390 به حبس ابد تبدیل شد و همکنون در حال گذراندن حبس ابد است. زینب با ارائه خدمات آموزشی و اجتماعی به زنان کردستان در عراق و ایران کمک کرد که یکی از آخرین فعالیت‌هاش قبل از دستگیری در روز جهانی زن در سال 1386 بود، بازدید از یک دبیرستان دخترانه در کامیاران و در این باره درباره اهمیت روز جهانی زن صحبت کرد و بین دانش آموزان گل توزیع کرد و در همون سال جمهوری اسلامی اونو دستگیر کرد و براش زندان برید. همونطور که میدونیم جمهوری اسلامی به اتهامات واهی عزیزان ما رو زندان میکنه، شکنجه میکنه، اعدام میکنه و زینب تنها زنی هست که به حبس ابد حکم گرفته. یعنی واقعا من برای این جمهوری متاسفم، برای این همه شناعت، برای این همه ظلم، ستم که در طول این مدت هنوز یک روز مرخصی نرفته، هنوز یک روز نتونسته بر خانوادهش ببینه و فقط چند بار تونستن که خانواده در زندان با اون ملاقات داشته باشن، نه دسترسی به وکیل داشته و شکنجه شده، 8 ماه در یک بازداشتگاه وزارت اطلاعات سپری کرده، جایی که به گفته خودش شکنجه و بدرفتاری باهاش شده، مجبور به اعترافات و اتهامات دروغین شده. خودش میگه که لباسهای مرا بر روی تنم پاره کردن، چشمهایم را بستن، دست و پایم را با زنجیر به تخت آهنین بستن و شکنجه وحشتناک مرا شروع کردن، با کابل به زیر پاهایم شلاق زدن، پاهایم خیلی وحشتناک متورم و کبود شده بود، انقدر مرا شکنجه کردن که دیگر هیچ چیز را احساس نمی کردم، تمام تنم بی‌حس شده بود و دیگر اختیار جسمم را نداشتم. اگر بگویم قلمم از نوشتن درد و رنجم قاصر است، مبالغه نکردم، چون من فقط قسمت کمی از شکنجه هایم را برای شما بازگو کردم. زینب به دلیل یک سری بیماری که خانوادهش معتقدن ناشی از ضرب و شتم وی است تحت درمان ناکافی قرار گرفت. زینب دچار عفونت روده و خونریزی داخلی شده و همچنین از التهاب چشم رنج میبره، اما مقامات زندان بارها از دسترسی او به متخصصین چشم در خارج از زندان برای انجام درمان جراحی مورد نیاز خودداری کردند. از زمانی که او زندانی شده است گفتم که فقط چند بار تونسته با خانوادش تماس بگیره. صدای زندانیان سیاسی باشید، صدای زینب عزیزمون باشید. متشکرم، روز خوش. امروز پنجشنبه 20 جولای 11 در میدان ترافالگار لندن در محل تحصن برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام. مردم ایران، زنان ایران، کارگران ایران، کودکان ایران، فعالین سیاسی در ایران با وحشی ترین و هارترین رژیم سرمایه‌داری تاریخ معاصر روبرو هستند. زنان شجاعی همچون سپیده قلیان، رفرهای شجاع و آگاهی همچون توماج صالحی اکنون در بندند. سپیده به تنهایی دیروز چهارشنبه کل سیستم قضایی منحوس رژیم اسلامی رو به چالش کشید، به زیر سوال برد. ما آزادی خواهان در ایران
ما مردم ایران، ما زنان ایران، مردان شجاع ایران، ما مدیونیم به این انسان‌ها که در زندان هستند. بیش از 10,000 زندانی سیاسی بعد از خیزش انقلابی شهریور 1400 در زندان به سر می‌برند. یکایک این عزیزان در راه آزادی به زندان افتادند. صدها نفر جان سپردند. ما باید شرایط آزادی یکایک این عزیزان رو فراهم بکنیم. امروز در آستانه سالگرد قتل دولتی مهسا یا ژینا امینی، ما باید در تدارک یک جنبش انقلابی عظیم به وسعت کل ایران باشیم. در هر جایی که برامون ممکنه از زندانیان سیاسیمون دفاع بکنیم. در خارج کشور پیکت های اعتراضی بذاریم و مردم این کشورها رو آگاه بکنیم که نگذاریم زندانیان سیاسی در سیاه‌چال های رژیم فاشیست اسلامی بپوسند. آزادی امر یکایک ماست و باید آنها را از بند و اسارت رژیم سرمایه‌داری اسلامی رها کنیم. زنده باد زندانیان سیاسی. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. عباس دریس تنها شاهد باقی مانده از قتل عام و نیزارهای ماهشهر اکنون حکم اعدام گرفته است، باید بدون قید شرط آزاد شود. سه فرزند او در انتظار دیدارش هستند. تمامی این عزیزان به ما و تلاش ما نیاز دارن و باید تلاش خودمون رو اثر بگیریم. زنده باد آزادی برابری. بینندگان عزیز، من رؤوف افسایی در محل تحسن فعالین چپ و کمونیست و آزادی خواهان در مرکز لندن در 30 روز تحسن مرکز لندن هستم که راجع به آزادی زندانیان سیاسی در ایران برپا شده و در 30 روزش هستیم و هنوز ادامه دارد. میخوام رپورتاجی تهیه کنم از در ادامه این کمپین و همچنین امروز تعداد زیادی از مردمی که وارد محل این کمپین می شوند برای ساپورت با مرد جوانی روبرو شدیم به اسم ماتیو. ماتیو اهل فلیپینه و در لندن دانشجوست و درس می خواند. برای ساپورت کمپین آزادی زندانیان سیاسی امروز اینجا حضور پیدا کرد برای ساپورت. خودش در مورد مسائلی صحبت کرد که برای ما جالب بود. در ادامه تهیه این راپورت ما میخواهیم مصاحبه کوتاهی با ماتیو داشته باشیم در مورد تجربهش که در ایران زندانی بوده و دلیل اصلی که اینجا حضور پیدا کرد برای پشتیبانی از کمپین این بود که خودش در ایران زندانی بود و برخوردش خیلی گرم بود. Mr. Matthew, thank you very much for coming here to support this campaign. You told us about what happened exactly to you in Iran when you been in prison by Iranian government, and the reason, because of this reason, you come here very openly, very with smile, and you supported us. It was very interesting. Tell us about very shortly about exactly what happened to you in Iran. I was arrested in Iran way back 2017 to 2019 for 15 months, and I was arrested is just because they told me I'm a Mossad spy, and I don't know what is that about that time, and it's kind of like for me it's kind of weird. And they transferred me, and that is horrible prison. The Evin prison is kind of horrible prison. It's kind of cold there because in the top of the mountain, they are trying to turn off the heater. It's like while they are investigating you, they are trying to drugs you. And the same time, it's like you will hear a lot of people that's been tortured. And you will heard like those stories there that they are like innocent people. And I was transferred after that. I've been transferred to Ministry Etelat, and then I've been transferred to
when they cannot find out anything, I transferred to SEPA. خیلی کوتاه ماتیو میگه من توریست بودم در 2017 تا سال 2017 اون مدت که به ایران رفتم ماموران جمهوری اسلامی منو گرفتند به اتهام اینکه گویا در ایران من دارم جاسوسی میکنم و منو بردن زندان و اذیت و آزار کردن و اونجا متوجه شدم که خیلی از ایرانیان خیلی از فعالین خیلی از مردم حتی جوان توشون بود اینا از طرف ماموران زندان شکنجه می شدند و این خیلی برام اذیت کننده بود تا اینکه خودمو متهم کردن منو تحویل دادن که اطلاعات ایران و اونجا برای من پرونده تهیه کردن به جرم جاسوسی. Yes, Mr. Matyov, if you tell us exactly, it's quite interesting for us, tell us exactly what you've seen in Iran. And when you talk to one of our colleagues here and our friend, you said that there is a teacher and committed suicide by himself because of torture or something like that. If you have some experience about that, tell us about it, please. When you're on solitary confinement, is they are trying to squeeze you, they're trying to put you in, they are trying to tortured you mentally, and you know it's been tortured mentally, and then there's a lot of people there. I have a friend there that's been committed suicide, and he is like teaching. They are environmentalists, and he's teaching in Tehran University, and I saw his body like you know, dead in the toilet, like carrying outside, and I was crying that time. It's really horrible. There's a lot of people, not only those people, not only us. There's a lot of people there that's been like they are innocent, you know, they are innocent, but they are still there up to this now. ماتیو میگه وقتی اونجا بودم متوجه این شدم که خیلی از مردم بیگناه اونجا تو زندان بودند و شکنجه میشدند. خودش تجربه اینو داره که میگه فیزیکی نمیتونستن منو چیز کنن، شکنجه کنن، ولی منتالی خیلی شکنجه میشدم، خیلی تحت تأثیر زندانیانی که در ایران تحت شکنجه بودن یا تحت فشار بودن قرار گرفتم و شاهد بودم که افرادی حتی از بین میرفتن و از این چیزا. Mr. Matyov, tell us exactly, because it's quite interesting for us, because we are in middle of this campaign here for free political prisoners in Iran. Because of this reason you come to support us. Tell what is your message for people around the world, for people in Iran, people in here in Britain, in Philippines, your own country. What your message about how they support Iranian people, Iranian struggle for freedom, especially now at the moment we live in this revolutionary era named Woman, Life, Freedom. What your message for these people? At first I know Iran is like in the history books, and then there's a lot of the culture, the history, it's really vibrant there. And I never thought when I came there, I never thought that it's like happening. And I came from the other side of the world, I came from Philippines, and we never thought about that. And we never heard about it. And you know, it's like this campaign is a perfect avenue to know what is really happening in Iran, how hard those people struggled, how their people had. Okay, we met Farhad, just coming and supporting us and watching all the posters and slogans around here. In general, we had a very nice conversation. I would like to just go to the straight point, Farhad, you watched actually our posters and things like that, did you find out why we are here? And so we are in sit-in. I try to translate in Farsi. So اومدین از ما حمایت بکنین و متوجه شدید که مثلا این چادر به خاطر چی هست؟ Any language. So I'm Farhan from Pakistan. So we are closely watching the revolutionary struggle of Iranian masses. Yeah. And we totally support the revolutionary struggles of Iranian masses against the
regime of against the capitalist regime of mullahs in the Iran, and we condemn all the brutal attacks of the Iranian regime on the political workers and youth of Iran. And we demand that all the political activists should be freed. So in this struggle, we are supporting you and Iranian masses. Thank you very much for your solidarity. And I would like to ask you, like many of Iranian, so of course we wish we get rid of this regime as soon as possible. And what's your alternative? I mean, what do you think actually will be, which kind of society you wish for, actually for Iran, as you say? So you are our neighbors from Pakistan. Also, we wish for Pakistan and we wish for everywhere. Yeah, maybe you can just explain about generally, which kind of society can be the real alternative, a real change, bring the real change, and the people will be free from any kind of oppressive societies. First of all, I think the only way out for the masses of Iran against all brutalities, against all poverty and miseries, is to uproot the system, the capitalist system, which is running in Iran through mullah regime. And to do that, I think it is not only the Iranian masses, but the Pakistani working class, the Indian working class, the Afghani working class should come all together to uproot this brutal system of the capitalism. I think no aristocracy, no Sultanat Talabi, no other system can replace, no other system can make lives of Iranian masses better. The only way out will be a planned economy and demolishing this capitalist system and capitalist state. Only with the power of the working masses and the organized proletariat of Iran. And I am here representing the working class of Pakistan, showing our full solidarity with the Iranian masses and their revolutionary struggle. I think it is not only the Iran which can get out of this situation alone, but the Iranian masses should come together with the revolutionary struggles of the neighboring countries all together. This is the way out, and I think the only global socialism or the only global planned economy and global communism will be the way out of these miseries and poverty and brutality. Exactly what you were saying and concluded about the alternative to Islamic regime of Iran. And you were mentioned about this solidarity and unity between the working class in different countries, and Pakistan and Iran, Afghanistan. I will add one more thing. Yeah. We have been seeing a lot of liberal tinges in the movements throughout the Iran. They think that by liberalizing the country, they can get out of this crisis. But in the core, the crisis are the crisis of economy, and all the liberal currents, none of them have any solution out of it. I think all the liberals and the monarchs and the mullahs are the same. Power, more power to the workers of the Iran, more powers to the youth of Iran, forward to a socialist victory. Exactly. خب دیدیم که فرهاد، دوستمون فرهاد که اومده از ما حمایت میکنه، چه ایده های جالبی داره و در رابطه با اتحاد بین زحمتکشا کارگرا داره صحبت میکنه و داره میگه که در واقع تمام این جاینشینای در واقع حکومت هایی که یا گروه ها یا برای سازمان ها یا این که به قول معروف اون سلطنتی که در واقع میخواد بیاد و قدرت رو بگیره و
کمین کرده برای قدرت، لیبرال هایی که وجود دارن، همه اونها هیچ کدوم در واقع نمیتونن مردم رو نجات بدن. نجات دهنده واقعی اینه که در واقع بتونه در مرحله اول یک راه حل ریشه‌ای برای مسئله فقر اقتصادی، یعنی اقتصاد داشته باشه، راهکار داشته باشه برای اون، و این میتونه در واقع یک اتحاد، ائتلاف و همبستگی زحمتکشا، کارگرا باشه در سطح سراسر دنیا. خیلی ممنون فرهاد، واقعا چه بحث به قول معروف خیلی عمیقی بود. امان یاسینم 27 ساله است، کرمانشاه که ساکن تهرانم، الان نزدیک 10 ماه به جرمی که خودمم نمیدونم زندانیم. من نه آدم سیاسی هستم، نه جزء گروه یا حزبی هستم، نه طرفدار حزبی هستم. منم مثل همه شما میخوام اوضاع زندگیمو بهتر شه، حال دلمو خوب شه. آقای صلواتی قاضی پرونده من اجازه نمیده هیچ وکیلی انتخاب کنم، نزدیک 10 ماه اصلا به من اجازه نداده که حتی یک وکیل انتخاب کنم بره رو پروندم، پروندم رو بخونه، چه برسه این که رو پروندم کار کنه. یه وکیل تسخیری هم برای من گرفتن به اسم آقای حسین سرتیپی که حتی با اون هم تماس میگیرم میگه قاضی نمیذاره برم رو پرونده. من نمیدونم مگه میشه قاضی خودش یه وکیلیو از طرف خودش برات انتخاب کنه بعد نذاره بره رو پرونده؟ مثلا پرونده من چه پرونده‌ایه؟ خیلی پرونده سنگینیه، یا چی تو پروندم دارم که وکیل تسخیری که خودت گرفتی هم نمیشه بره؟ اینا همش برای اذیت کردن، اینا همش دروغه. از وکیل قاضیش هیچ کدوم هیچ حرف راستی به من نمیزنن. توی خونم بودم، نصف شب ریختید منو دستگیر کردید، بردین دنبال چی هستین؟ چه کاری کردم؟ اگه کاری کردم خب مدرک رو کنید بهم جرم بدید، نکردم خب آزادم کنید. چرا مثلا منو بلا تکلیف میذارید؟ به خدا که 100 سال دیگه منو نگهداری چیزی از من در نمیاد، چون واقعا من هیچ کاری نکردم. کارم و شغلم همین موسیقی و کارهای گرافیکی، جز اینم کاری بلد نیستم، فعالیتی هم ندارم، سرم تو زندگی خودمه. من گفتم نه سیاسی هم، نه جزء حزبی هم، نه سوادشو دارم میخوام در مورد سیاست و این چیز حرف بزنم و کاری به این کارا ندارم. 4 تا آهنگم خوندم برای اوضاع بدبختای خودمون، بدبختره که کف خیابونن، برای درد جامعه است. اگه اینا سیاسی خب باشه، من آدم سیاسی هستم، از درد مردم گفتن، از درد جامعه گفتن، اینا سیاسی، من دیگه نمیدونم چی بگم. منم بچه همین آب و خاکم، بچه همین ایرانم، از خودتونم واقعا کم زج نکشیدم توی این نوما به خاطر هیچ، به خاطر بیگناهی. چرا انقدر از هم کینه گرفتیم؟ چرا دشمن رو ول کردیم، به جون هم افتادیم؟ واقعا نمیدونم. ما هم